سلام، با خبرهای این ساعت طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز یکشنبه 25 ماه میزان سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 17 ماه اکتبر سال 2010 میلادی. در آغاز سرخطه چند خبر. دستور رئیس جمهور کرزی برای بررسی وجود هر گونه زندان پنهانی در کشور. پایان مهلت برای دریافت شکایت‌های انتخاباتی. و جان باختن 25 تن در تازه‌ترین خشونت‌ها در شهر کراچی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور کرزی در حکم دستور داده است تا وجود هر گونه زندان پنهانی در افغانستان باید به گونه جدی بررسی شود. این حکم پس از آن صادر می شود که گزارش‌های درباره یک زندان پنهانی در بگرام پخش شدند. حکومت افغانستان هر گونه زندان پنهانی را در افغانستان مغایر قانون می داند. با گفته حکومت هیچ نهاد حق ندارد بدون اجازه حکومت افغانستان در این کشور زندان داشته باشد. پخش گزارش ها درباره یک زندان پنهانی در پایگاه اصلی نیروهای آمریکایی در افغانستان و بدرفتاری با زندانیان در این زندان از سوی بنیاد جامعه باز که مقر آن در نیویورک است، واکنش رئیس جمهور کرزی را برانگیخته است. رئیس جمهور کرزی در حکم هیئتی را معذف ساخته است که تا دو هفته دیگر وجود چنین زندان ها را در کشور به گونه جدی بررسی کند. ما تعقیب خواهد کردیم که چنین زندانه یا چنین توقیفگاهی اگر وجود داشته باشد، از نظر ما در مخالفت با قانون افغانستان قرار داره، چرا در افغانستان زندان ها مشخصا توقیفخانه ها و نظارت خانه ها به طور مشخص در محدوده دولت افغانستان باید یا در صلاحیت دولت افغانستان باید باقی بمانند. بیرون از او هیچ مرجع حق نداره که زندان را در افغانستان داشته. گروه عدلی و قضایی ریاست جمهوری وجود هر گونه زندان پنهانی را در کشور مخایر قوانین افغانستان می داند. هر اقدامی که بدون اجازه دولت افغانستان در قلمرو دولت افغانستان به وقوع پیوند در مخالفت به قوانین ماست و نوع از نقض قانون شمرده می شود. 18 تن از زندانیانی که از این زندان رها شدند به بنیاد جامعه باز گفتند که در این زندان از خواب محروم بودند، در اتاقهای انفرادی و سرد نگهداری می شدند، غذای کافی به آنان داده نمی شد و به گفته این زندانیان آنان برای آزمایش های پزشکی مجبور می شدند برهنه شوند و نیز به آنان اجازه داده نمی شد تا فرایض دینیشان را به جا آورند. اما یک سخنگوی ارتش آمریکا که مسئولیت نظارت بر زندان‌های آمریکایی را در افغانستان دارد، داشتن هر گونه زندان پنهانی را رد می‌کند و می‌گوید که تمامی بازداشتگاه‌های آنان با قوانین افغانستان هماهنگی دارند. در حال حاضر در زندان‌های افغانستان به شمول زندان بگرام 17,000 تن زندانی هستند و قرار است که مسئولیت زندان بگرام نیز به زودی به حکومت افغانستان سپرده شود. طالبان خبر بازداشت و رهایی مولوی عبدالکبیر عضو شورای رهبری طالبان را بی بنیاد می دانند. در حالی که خبرگزاری اسوسییتد پرس می گوید که این عضو بلند پایه طالبان پس از رهایی با رئیس جمهور کرزی هم تماس گرفته است. اما سخنگوی طالبان می گوید که مولوی عبدالکبیر هیچگاه بازداشت نشده است و خبر تماس وی را با رئیس جمهور کرزی بی بنیاد می داند. ذبیح‌الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند، می گوید که غرب در حال بیرون شدن از افغانستان است و با راه اندازی چنین آوازه ها می خواهد در میان طالبان دو دستگی را به میان آرد. ما در همان زمانی که خبر بازداشت مولوی عبدالکبیر را از رسانه های غربی شنیدیم، این خبر را رد کردیم. این خبر آوازه بیش نیست و تماس مولوی کبیر با حکومت افغانستان هم یک آوازه است و ما این آوازه را به شدت رد می کنیم. در همین حال شماره از اعضای شورای عالی صلح یگانه راه حل دشواری های کنونی کشور را گفتگو با طالبان می داند. یگانه امیدی که برای ملت عزیز ماست و ایست که از راه گفتگو، مفاهمه، مصالحه، ای جنجالی که فعلا در وطن عزیز ما ادامه دارد، ای جنجال باید ختم بکنیم. در هیچ کشور بالاخره با توسل به تفنگ و با توسل به مرمی معضله حل نشده. پیش از این خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که مولوی عبدالکبیر عضو شورای رهبری طالبان و والی ننگرهار در رژیم طالبان با رئیس جمهور کرزی تماس های داشته است. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید که امروز آخرین مهلت برای دریافت شکایات انتخاباتی بود.
سخنگوین کمیسیون میافزاید که پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی تا 3 روز آینده شکایت‌های مربوط به این نتایج پذیرفته میشوند. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میگوید که پس از این هیچ شکایت از تخطی‌های روز انتخابات پذیرفته نمیشود. کمیسیون شکایت انتخاباتی تا شام امروز یکشنبه شکایت‌های مربوط به تخطی‌های روز انتخابات دریافت می‌کند و این آخرین روز است. سخنگوی این کمیسیون می‌افزاید که پس از اعلام نتایج ابتدایی این کمیسیون تا 3 روز شکایت‌ها را درباره این نتایج می‌پذیرد. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی یک بار دیگر بر افشای نام آن نامزدانی که دست به تقلب زدند نیز تأکید می‌ورزد. کمیسیون شکایت انتخاباتی صلاحیت دارد که هر نامزدی که ثابت بشه که در تقلب‌ها سهیم بوده است واکنش نشان بده در برابرش و نامش هم افشا کنه، چی عضو ولسی جرگی کنونی باشد و چی وابسته به هر نهاد سازمان و چی در هر سطح از اقتدار و قدرت که قرار داشته باشد. گفته نیست که تاکنون 136 نامزد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و 39 نامزد از سوی نهادهای امنیتی به اتهام کاربرد تقلب و ارتکاب تخطی‌ها به کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی معرفی شدند. در این حال اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی تا 3 روز آینده به تعویق افتاد. قرار بود امروز نتایج نخستین انتخابات پارلمانی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات در خبرنامه میگوید که برای دقت و شفافیت بیشتر این تأخیر صورت گرفته است. وزارت امور داخله میگوید که تاکنون 10,000 پلیس محلی برای دفاع از برخی از بخش‌های ناامن کشور گماشته شدند. از سوی دیگر وزارت امور داخله میگوید که در این هفته نسبت به هفته پیش رویدادهای هراس‌افکنانه در کشور کاهش یافتند. وزارت امور داخله میگوید که بخش‌های مشخصی برای پلیس محلی در نظر گرفته نشده است، اما در گام نخست آن بخش‌هایی که مردم بخواهند فعالیت خواهند کرد. مرحله نخست در 8 ولسوالی است و ولایات شرقی و جنوبی و غربی افغانستان را تحت پوشش قرار داده. به این ترتیب در ولایات شمالی افغانستان و دیگر نقاطی که ضرورت به ایجاد پلیس محلی داشته باشند در اوج ایجاد میشند. سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که در هفته پیش 12 رویداد هراس افغانانه رخ دادند. به ولایت های هلمند، پکتیکا، میدان وردک و غزنی بیشتر شاهد این حمله ها بودند. در یک هفته گذشته 179 تن مظنون به اتهام عملات تخریبی و تروریستی و فعالیت های تخریبی توسط پلیس افغانستان بازداشت شدند. بر بنیاد آمارهای این وزارت در هفته پیش در رویدادهای گوناگون در حدود 200 تن کشته شدند که بیشتر از 100 تن از کشته شدگان این رویدادها طالبان بودند. سخنگوی این وزارت میگوید که 40 غیر نظامی و بیشتر از 20 پلیس نیز در این رویدادها کشته شدند. چند انفجار پیهم در کندهار 2 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. این رویدادها شام دیرو در شهر کندهار رخ داد. مسئولان شفاخانه میرویس کندهار وضعیت دو زخمی را نگران کننده می دانند. اقوام های محلی ولایت کندهار می گویند که انفجار نخست در نزدیک فرماندهی پلیس و انفجار دومی در نزدیک زندان مرکزی این ولایت صورت گرفت. در طول در پلیس در خواست خونساسی ویدی آقا انفجار رو کردیدیه و در قدر در ملکی خلق و پچپ و دو ملکی خلق دی کدریه ایچی زخمی هستی ویدیه نور کمداش دغه نه دا مالی توانې عام ولستاره ولیدې. در مین حال مسئولان شفاخانه میرویس این ولایت وضعیت دو تن از زخمیان این رویدادها را نگران کننده میدانند. تیر شپه د دوه پیر څخه مرسته څلور تن زخمیان ورسوي دي او دوه تن مړي ورسوي. از سوی هم شمار از باشندگان ولایت کندهار این رویداد را نکوهش میکنند. دو پتا وسو یو پتا په گلی کې سو او برته چې تل ترالو بل ته لار بند او دلته پزرنج کې بل یې شیرې مېندې اموجه نه پرې شو لا ما زما کور دلې دې زما دکان دلې دې بل یا لار نه څه بل نو مېن پکې کې دې خطر لري اموجه سم د سار دار بل د اس سیرا پښې توانو پرې شاید او پرې اصلور لا کالدار توان نه رسیدلې نه. طالبان مسولیت این حمله ها را پذیرفتند و ادعا دارند که در این حمله ها شماره سربازان پلیس کشته شدند. اما مسئولان امنیت این ولایت میگویند که در این رویدادها به پلیس هیچ آسیبی نرسیده است.
در این حال مجلس سنا با نکوهش رویدادهای اخیر در شهر کندهار نیروهای امنیتی را به ناتوانی از جلوگیری چون این رویدادها متهم می‌سازد. در حالی که عملیات کندهار ادامه دارد، دیشب شهر کندهار شاهد انفجارهای پی در پی بود. مجلس سنا در حال که این رویدادها را نکوهش میکند، کار نیروهای امنیتی را مورد انتقاد قرار میدهد. در فاصله زمانی کندهار و شهر کندهار عقب قرار میگیرد و مردم به خاک خون کشانده میشوند. نیروهای امنیتی و خصوص امنیت ملی که باید جلوگیری بکنه از نفوذ دشمنان به داخل شهر، متاسفانه که عاجز هستند. در سمورز نام فکندهر که چپنگه ورز و مور یو شهید دو شهیدان یا دری شهیدان در بودن. در سمورز نام چپنگه ورز که دری و سلور انفجارات نوه. حتی در شاروان معلوی صاحب چه ورین نیک انسان مجاهد انسان یا پاک نفس انسان و در کور پر دروازه که در شهر فمنس که زمش کور پر دشته کور و شهادت پر رسیدی پس فین ورز باری دو ساعت بعد معمولیت پولیس را دارد. رئیس صاحب دولت خواهش مایی است که در ارتباط با کسای کوجا فعلا در رأس قوای امنیتی یا چیز کار میکنن به او توصیه شوه یک چیز ظرفیتشان بالا بره تا مردم مطمئن شوند. اعضای مجلس سنا میگویند که اوضاع امنیتی در ولایت کندهار هر روز بدتر میشوند. با باور سناتوران اعتماد سازی میان مردم کندهار و حکومت در کاهش خشونت ها اثرگذار بوده میتواند. وزارت معارف به دانش آموزان کتاب های تازه میدهد. وزیر معارف میگوید که این کتاب ها از کتاب های پیشین کیفیت بهتر دارند. این وزارت میافزاید که این کتاب ها در بسیاری از ولایت ها توزیع شدند اما تا کنون در 4 ولایت توزیع نشدند. وزیر معارف میگوید این کتاب ها که در آغاز سال آموزشی آینده به دانش آموزان داده خواهند شد از نظر کیفیت میتواند تا 3 سال دوام کند. از جمله 40.6 میلیون جلد کتابی را که دو ماه قبل چاپ کردیم 37 میلیونش تا آخر روز سبا بخیر انتقال میشه به تمام مکاتب افغانستان میرسه. در همین حال وزیر معارف از ساختن گودام ها برای نگهداری کتاب های درسی نیز خبر میدهد. در هر 34 ولایت یک دپو ما ساختیم که دپوی کتابا که از این جمله 6 دپو به بهره برداری سپرده شد، 24 دپو تحت کار است و 2 تایش هنوز عقد قرارداد نشده که در کنر و جلال آباد است. با گفته وزیر معارف در حال حاضر 400 مکتب در سراسر کشور به سبب ناامنی و یا انگیزه های دیگر بسته هستند و در مکتب های 200 ولسوالی آموزش های بالاتر از صنف نهم برای دختران وجود ندارند و در بیشتر از 200 ولسوالی آموزگاران حرفه‌ای زن وجود ندارند. سنگ تهداب یک پل جدید موترو در پهلوی پل محمود خان گذاشته شد. این پل از یک شرکت ساختمانی ترکی با هزینه 800 هزار دلار آمریکایی ساخته می شود. مسئولان شهرداری کابل می گویند که این پل به درازی 42 متر و با پهنای 15 متر به گونه تحفه به مردم افغانستان از سوی یک شرکت ترکی با فناوری جدید و در مدت یک ماه ساخته می شود. افتتاح پل محمود خان افتتاح یک فال نیک می گیریم به اینکه خدا لطف کنه روز ما در آستانه به اکمال رسیدن ما نقاط افتکارای آغازین شهر کابل باشیم. پل 800 هزار دلار تخمین کردن و این پل بر ما به شهربالی کابل و مردم کابل من حیث تحفه می سازن. در همین حال مسئولان شهرداری کابل از بازسازی پل محمود خان در آینده نزدیک نیز خبر می دهند.